دوستان گرانقدر به درس روز 31 برنامه کویک بوکس البته بخش اول خوش آمدید. در درس های روزهای قبلی ما شما روی وندر به تفصیل صحبت کردیم. امروز ما شما روی مینوی کستومر صحبت میکنیم و موضوعاتی که ما شما در مینوی کستومر صحبت میکنیم، اولش به نام کستومر سنتر یاد میشود و دومش به نام کریت استیمیت. خب اگر ما شما بیایم روی کستومر سنتر کلیک کنیم، به این شکل یک صفحه برای ما باز میشه. از این صفحه ما شما میتونیم از الف تا یا معلومات راجع به مشتری یا کستومر خود دریافت کنیم. اگر راجع به جنرال انفورمیشن باشه، اگر راجع به ترانزکشن هایی که مربوط به کستومر های ما شما میشه، اگر موضوع اضافه کردن سنگل یا ملتیپل مشتری باشه در برنامه کویک بوکس، اگر موضوع فیلتر کردن و یا هم موضوع جنریت کردن ریپورت یا راپور باشه، تمام از کارها را ما شما میتونیم از این قسمت برنامه کویک بوکس انجام بدیم. مثلا ما شما صحبت کرده بودیم که از این قسمت در این قسمت امرای ما شما نامه مشتری میاد که ما شما او را در برنامه کویک بوکس اضافه کرده باشیم. واحد پولیش یا کرنسیش که ما شما برش اساین کرده باشیم در اینجا میاد. بالانس هایی که اگر ما ادوانس گرفته باشیم یا بالای مشتری ما شما اوپنینگ بالانس باشه، یا مثلا اکاونت ریسیوبل ما شما بالای مشتری باشه، پولی که با مشتری از پیش ما شما باقی باشه، تمام از یاد اینی قسمت برای ما میاد. در اینجا اگر کدام داکومنت اتچ کرده باشیم دروبری اون مشتری این قسمت میاد. در اینجا جنرال انفورمیشن راجع به اون مشتری میاد و در این قسمت که از ترانزکشن هایی که مربوط اون مشتری میشه. و به مو شکل از این قسمت ما میتونیم که مشتری خود را فیلتر کنیم، اکتیف، این اکتیف، اووردو، انوایسز، تمام مشتری را به اساس از مو ما فیلتر کنیم. از این قسمت ما میتونیم که مشتری نو در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم و از این قسمت میتونیم که ترانزکشن های نو در هیستری یک مشتری ما شما ریکارد کنیم. کماند دیگه که شما میبینید در مینوی کستومرز به نام کریت استیمیت یاد میشود. کریت استیمیت که در انگلیسی به نام کوتیشن هم یاد میکنند، در حقیقت ما شما به خاطر نرخگیری استفاده میکنیم. اگر ما به حیث وندر در یک شرکت در یک دفتر کار میکنیم، یک مشتری میخواید که نرخگیری کنه یا کوتیشن از پیش ما تقاضا میکنه که بهتر اینم کیبورد یا می کامپیوتر که پیش روی خودت ماندگی است کور آی 7 جنریشن ده، از امیر برای ما یک کوتیشن بده. بازو کوتیشن او نفر میبره دفتر خود، وقتی که اونا تصمیم گرفتن برای ما پرچیز آرڈر میکنه و او پرچیز آرڈر ما در اینجا برای ما روان میکنه و ما در برنامه کویک بوکس در بخش کریت سل آرڈر رو رسپ میکنیم. با مو شکل پروسیش پیش میره. خلاصه استیمیت که است که به نام کوتیشن هم یاد میشه، ما به خاطر نرخگیری استفاده میکنیم. اگر ما به یک نفر میریم میگیم که برای ما یک کوتیشن بده، یک استیمیت بده از امی جنس که در پیشوریت ماندگی یا معلوماتی که ما برات ارائه کردیم، اونا میاد در برنامه کویک بوکس در این قسمت کریت استیمیت کلیک میکنه و برای ما یک استیمیت جور میکنه. اگر برعکس برای ما یک مشتری میاد، ما به حیث ویندر یک مشتری برای ما میاد از ما کوتیشن میخواد، ما کوتیشن از این قسمت برایشان جور میکنیم و به اساس اونمو استیمیتس ما میتونیم که سل آرڈر برای اون نفر جور کنیم و به اساس اونمو استیمیتس یا سل آرڈر میتونیم به اون نفر ما انوایس هم جور کنیم. خب میایم روی جور کردن استیمیتس یا کوتیشن در برنامه کویک بوکس. چه قسم ما میتونیم که یک کوتیشن به مشتری خود جور کنیم؟ وقتی که شما روی کریت استیمیت کلیک کردین، به این شکل یک صفحه برای ما شما باز میشه. اولین کاری که ما شما میکنیم در این قسمت ما مشتری خود انتخاب میکنیم که بعد کدام مشتری ما میخوایم استیمیت در برنامه کویک بوکس جور کنیم. اگر مشتری های سابقه دار ما شما باشه، نامش در اینجا میاد. اگر ما قبلا او را اد کرده باشیم، اگر نامش در اینجا اد نباشه، شما میتونید روی کماند یا بتن اد نیو کلیک کنین و مشتری را جدیدا در برنامه کویک بوکس در بخش کستومر سنترز شما او را اضافه کنین. ما میگیم نه، اینی مشتری که با نام علی احمد یاد میشود و واحد پولیش هم افغانی است، وقتی که ما شما چیز را اکسچنج میکنیم دیگه اینی را انتخاب میکنیم. وقتی که این را انتخاب کردیم، مکمل معلوماتش در این قسمت میاد، نامی کمپنی چیست، ادرس چیست، اینجا میاد. در این قسمت شما تاریخی مو استیمیت انتخاب میکنیم. ما تاریخ انتخاب کردیم، میگیم برای ازی که ما استیمیت جور میکنیم یا استیمیت که میخواید از تاریخ امروز فرض مثال 15 است، میگیم به این تاریخ جور کردن اینمی استیمیت دیت است و در اینجا استیمیت نمبر نوشته میکنیم. ما میگیم استیمیت که ما جور میکنیم نمبرش اول است.
از این قبلا ما کدام استیمیت جور نکردیم. بعد از اینکه معلومات شما درج کردین، کار دومی را که میکنین شما ببینید اگر مشتری ما شما واحد پولیش افغانی باشه، یعنی هوم کرنسی ما شما هر چیز که باشه، اگر دلار باشه، اگر افغانی باشه، هر چی که باشه، اگر این واحد پولی با هوم کرنسی ما شما میچک میکنه، دیگه چیزی نیاز نیست که ما شما اکسچنج ریت مشخص کنیم. اگر شما مشتری را انتخاب میکنین که هوم کرنسی ازو که هستن علا بدون هوم کرنسی ما شما است، یعنی به این معنی که هوم کرنسی ما نیست، مثلا یو اس دلار ما انتخاب کردیم، کار دومی را که میکنین پیش از اینکه شما آیتم برازوین مشخص کنین، اکسچنج ریت باید شما تعیین کنین. خب این که ما شما علی احمد انتخاب کردیم و واحد پولیس افغانیست و واحد پولی هوم کرنسی ما شما هم افغانیست، دیگه نیاز نیست که ما شما اکسچنج ریت را مشخص کنیم. اگر علاوه بر هوم کرنسی ما شما کدام واحد پولی دیگر انتخاب میکنیم، باز ما نیاز داریم که اکسچنج ریت را به اینجا مشخص کنیم. خب بعد از او چی میکنیم؟ استیمیت یا کوتیشنی که ما جور میکنیم از چی جور میکنیم؟ از چی را از پیش ما شما این نفر کوتیشن خواسته؟ این نفر از پیش ما شما کوتیشن خواسته از یک تیبی هارد دیسک و به مو شکل 64 جی بی یو اس بی دیسک. گفت که از این دو چیز برای ما چی کوتیشن جور کو. کوتیشنی که ما میتیم همیشه از میشه که مثلا کوانتیتیش زیاد هم باشه، خب ما همیشه از یک کوانتیتی کوتیشنش میتیم، مگر اون نفر با طبیعتش بود، یعنی قبول کرد، بعد از او برای ما پرچیز آردر میکنه و او را ما شما در برنامه کویک بوکس سل آردر ثبت میکنیم و بعد از او به اساس از او ما استیمیت انوایس جور میکنیم. خب کوانتیتی را یک انتخاب کرده میتونین زیاد کنین، فرق نمیکنه، در اینجا دسکریپشنش میه، اینجا واحد اندازگیری یا یونیت آف میزرمنت میه، اینجا ریتش میه. بعد از او امرای ما شما مارکب هستن، مارکب به خاطر از استفاده میشه که اینمی آیتم ها رو که شما میبینین برای ما کاست از او هم معلوم هستن و سل پرایسش هم معلوم است. کاستش 2,000 است، این برای ما 2,000 تمام میشه و ما که میفروشیم میره به 3,500 میفروشیم. اگر 3,500 رو به ما مو سل پرایس زیر در نظر بگیریم، یعنی 40% ما مفاد سر ازی چی کردیم؟ اد کردیم. این مارکاپ که از وقتی که ما شما آیتم ها اد میکنیم در اونجا اضافه میشه. وقتی که ما شما سل پرایس رو مشخص میکنیم، مارکاپ خودش توجه برای ما زاید میشه. شما متوجه باشین که این قیمت های ریت و اماونت و مارکاپ چیزا که هستن، وقتی که شما کوتیشن جور میکنین یا استیمیت پرین میکنین به مشتریتان، دوجه نمیایه، اینا دوجه انکلود نیسته. و بعد از او امرای ما کماند دیگه که هست که بنامی کالم دیگه که بنامی تکس یاد میشه که آیا اینمی آیتم سر ازو شما تکس چارج میکنین یعنی. اگر تکسیبل انتخاب کردین، باز دیگه شما فیصدیش انتخاب میکنین که چند فیصد تکس میگیرین. اگر نان تکسیبل انتخاب کردین، به این معنی که روی ازی ما شما تکس چارج نمیکنین بالای مشتری خود. این مارکاپ شما میتونه ناج آل تغییرات هم بیارین، حتی می توتال اماونتش هم میتونین می سل پرایس زیر هم تغییرات بیارین، مشکل نداره. اگر شما سل پرایس زیر تغییرات بیارین، اتوماتیکلی مارکاپ کس هم تغییر میکنه. اگر زیاد شوه این مارکاپ زیاد میشه، اگر کم کنین مارکاپم چی میشه؟ کم میشه. خب این کار که کردین، بعد از او اگر به مشتری خود کدام مسج چیزی را نوشته میکنین، میتونین که از بلت اند مسج سورا برش انتخاب کنین، مثلا thank you for your business، این را مثلا ما انتخاب کردیم و بعد از او فقط save and close میگیم. خب اولین کاری که میکنیم پیش از اینکه save and close کلیک کنیم، میایم در print. در print که آمدین یک دفعه preview زیر ما شما میبینین. اینجا بخاطر این spelling برای ما میگه که spelling ازی صحیح نیست، ما میگیم ایگنور کو، ایگنور که کلیک کردین شما ببینین برای ما در این قسمت یک پریویو زمو استیمیت یا کوتیشن برای ما نشان میده. آدرس کمپانی خود ما شما است، در اینجا استیمیت نوشته شده است، نمبر و تاریخ است و آدرس اون مشتری ما شما است، در اینجا مون آیتم دسکریپشن است، کوانتیتیش است، ریتش است، توتال اماونتش است، مکمل معلوماتش در اینجا است. بعد از اینکه دقیق بود، درست بود، بعد از شما چیکار میکنین؟ فقط روی پرینت کلیک میکنین که پرینت شد، استیمیت شما به کوتیشن به مشتریتون میدین و بعد از اینجا سیو این کلوز کلیک میکنین. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردین، شما ببینین در هیستری اینمی مشتری ما شما، اگر ما شما در کاستمر سنتر بیایم، در هیستری اینمی مشتری ما شما که به نام علی احمد است، یک ترانزکشن اضافه شده، تایپ از ترانزکشن استیمیت است، نمبرش یک است، تاریخش هم است و استیمیت توتال اماونت که است 5100 افغانی است. خب این بود طریقی اضافه کردن یا جور کردن کوتیشن یا استیمیت در برنامه کویک بوکس، البته به هوم کرنسی. اینا اگر ما شما خواسته باشیم که به هوم کرنسی استیمیت یک نفر خواست امرای ما شما، به هوم کرنسی نه،
به فارین کرنسی. پس چه قسم ما شما وقتی که او رو درش میکنیم جریان درش کردن یه جور کردن کوتیشن یا استیمیت چه قسم است برنامه کویک بوکس؟ اینجا اگر شما ببینید نمره ما شما یک مشتری دیگه است به نام امید خان است، هم کرنسی ازی که است یو اس دلار انتخاب شده است، یعنی هم کرنسی علاوه از خارج از هم کرنسی ما شما است، یعنی فارین کرنسی است. پس ما میایم بر ازی یک کوتیشن جور میکنیم، استیمیت جور میکنیم، به خاطر از میایم روی کاستمرز و در اینجا میایم روی کرییت استیمیت کلیک میکنیم. وقتی که ایره شما کلیک کردین خب نامش اتوماتیکال انتخاب شد، استیمیت نمبر دوستم، ادرس چیزایش خودش اتوماتیکال میاد، تاریخ مثلا من امی تاریخ امروز انتخاب کردم فرق نمیکنه. بعد از او آیتم انتخاب کردم، آیتمی که انتخاب کردم مثلا برزی هم خب پیش از اینکه آیتم انتخاب کنین ببینین از ما هم از یادم رفت، پیش از اینکه آیتم شما انتخاب کنین چونی امید خان که از کرنسیش که هستن فارین کرنسی، شما باید چیکار کنین؟ اکسچنج ریت از رو مشخص کنین، یعنی یک یو اس دلار کس به هم کرنسی ما شما چند میشه، یعنی یک دلار به چند افغانی میشه. من نوشته کردم که 77 دلار شد میشه. بعد از اینکه کار کردین شما آیتم انتخاب کنین، مثلا ما یک تی بی هارد دیسک انتخاب کردم، یک کوتیشن کار داره از 64 جی بی یو اس بی دیسک کار داره. ببینین وقتی که ما اکسچنج ریت رو مشخص کردیم اتوماتیکلی اونمو قیمت اصلی ازی که به افغانی بود او را به دلار چی میکنن برای ما دیجا نشان میدن، این اونو قیمت میگیره به 77 تقسیم میکنه، هر چقدر که میشه او را برای ما در اینجا نشان میده، یعنی برای ما تمام میشه به 32.47 دلار، سایست تقریبا به 40 دلار، اگر 40% مارکاپ ازی میشه و به 45.45 دلار که اسیره باید ما شما بفروشیم. بعد از که تمام معلومات از زیر درج کردین شما، مکمل معلوماتش درج شد، بعد از چی کار میکنیم؟ باز میریم یک دفعه پرینت دا پریویو، یک دفعه پریویو زیر میبینیم، اگر درست بود پریویوش یک پرینت کلیک میکنیم، بعد از که پرینت کردیم سیو ان کلوز کلیک میکنیم. خب موضوعی که بسیار مهم بود دیجا چی بود؟ تعیین کردن اکسچنج ریت است به هم کرنسی که ای از یاد نره. اگر ای کار نکردین شما، مثلا شما ببین ما ایره سیو ان کلوز کلیک میکنیم، وقتی که سیو ان کلوز کلیک کردم باز بیایم یک استیمیت ناو جور کنم، آمدم در کریت استیمیت، وقتی که روی اونم مشتری ما کلیک کردیم که اکسچنج کرنسی از که است دلار است، استیمیت نمبر 3 است. اگر ما شما دی مثلا تاریخ تغییر بدم، تاریخ مثلا ما تغییر میدم تاریخ 16، تاریخ 16 را که انتخاب کردم، بعد از او اگر ما بیایم اینم اکسچنج ریت از اینم تو یک باشه اینا تعیین نکنم، شما ببینید وقتی که ما آیتم انتخاب میکنم دی قسمت اینجا که آمد مثلا اونمو یک تی بی هارد دیسک انتخاب میکنم و اونمو 64 جی بی یو اس بی دیسک انتخاب میکنم، پولیش برای ما به چی نشان میده؟ به افغانی نشان میده و کویک بوک فکر میکنه که اینمی دلار است حقیقت، یعنی ایره به دلار بازده اوجه چی میکنه؟ محاسبه میکنه. به مو خاطر شما چی کار میکنین؟ اولین کاری که میکنین به خاطر فارین کستومر ما شما چی میکنین؟ ما اکسچنج ریت از او رو مشخص میکنیم که یک فارین کرنسی چند هم کرنسی ما شما میشه. خب بعد از اینکه شما کوتیشن یا استیمیت جور کردین، شما اگر بیاین در هیستوری نمبر مشتری ما شما کوتیشن چی شده برای ما شما یا استیمیت جور شده. دیگه ای بود دوستا درس امروزی ما که راجع به کستومر سنتر بود و جور کردن استیمیت یا کوتیشن.